گزیده ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. با سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده و شنونده برنامه‌های رادیو پیام کانادا. خوشحالیم یک بار دیگر در خدمت شما دوستان هستیم جهت تقدیم برنامه اخبار و گزارشات کارگری این هفته شنبه 11 الی جمعه 17 اردیبهشت ماه 1400. لطفاً تا انتهای این برنامه ما را همراهی کنید. آموزش غیر حضوری، امتحان حضوری. دانش آموزان و خانواده ها نگران نداشتن امنیت جانی، مسئولان نگران تقلب کردن دانش آموزان هستند. بنابر نظرسنجی که یک رسانه در خصوص برگزاری امتحانات پایه 9 و 12 به صورت حضوری انجام داد، 20% از شرکت کنندگان با برگزاری امتحانات موافق و 80% با برگزاری حضوری امتحانات مخالف بودند. تا پایان سال تحصیلی جاری تنها چند روز دیگر باقی است و دانش آموزان دو پایه 9 و 12 متوسطه شرایط خوبی را تجربه نمی کنند. از یک سو آموزش و پرورش بر برگزاری حضوری آزمون‌های آخر ترم این دو مقطع تحصیلی اصرار دارد و از سوی دیگر بخش بزرگی از دانش آموزان این مقاطع نسبت به تصمیم آموزش و پرورش معترض هستند. و اما بیانیه های انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، انجمن صنفی فرهنگیان سقز، زیبیه و کانون صنفی فرهنگیان یزد در محکومیت یورش نیروهای اجتماعی به دانش آموزان معترض نسبت به امتحان حضوری. در بخشی از این بیانیه آمده است که شاید امروز شعار نبه امتحان حضوری فقط یک بهانه ای باشد برای شعله ور کردن این بحران اجتماعی. ولی اگر پایگاه طبقاتی این دانش آموزان را در جامعه نگاه کنیم، متوجه خاکستر داغ زیر آتش خواهیم شد که این دانش آموزان فرزندان کارگران هستند. همان کارگرانی که کار کرده و دستمزدشان را با چند ماه تأخیر یا شلاق و یا اخراج و زندان گرفتند. فاجعه گسترش فقر و نبود رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی عامل اصلی این اعتراض هاست. شاید بعضی از خبرگزاری ها مدعی باشند و این گونه اعتراضات را از آن خود کنند، ولی این شرایط عینی و ملموس جامعه است که دانش آموزان را به جلوی اداره های آموزش و پرورش کشانده است. البته این حرکت دور از انتظار نبود، چون در تجمعات اعتراضی درصدی از همین دانش آموزان هم شرکت داشتند. بسیاری از این دانش آموزان فرزندان معلمانی هستند که دستمزد چند برابر زیر خط فقر دارند و مجبورند در کنار درس و مشق هم کار کنند. اگرچه امروز بسیاری از خانوم‌های صنفی به دلیل نفوذ راست‌ها هنوز آنطوری که باید همراه حرکت‌های اعتراضی معلمان و بازنشستگان نیستند، ولی آماده شدن بستر جامعه به عنوان یک آتش‌فشان چنین حرکتی را در این برهه از زمان برای دانش آموزان به عنوان یک نیاز به خیابان کشانده است. و اما بازداشت موقت دانش آموزان در قزوین و ضرب و شتم و بازداشت دانش آموزان معترض در شهرهای یزد و فولاد شهر. بنا به خبرها و فیلم‌های منتشر در شبکه‌های اجتماعی به تاریخ 15 اردیبهشت ماه، نیروهای انتظامی دانش آموزان معترض را در یزد مورد ضرب و شتم قرار داده و معترضین شعار می‌دادند نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. همچنین در فولاد شهر نیز نیروهای انتظامی به دانش آموزان تجمع کننده یورش برده و ضمن ضرب و شتم آنها چند نفری را بازداشت کردند. همچنین علت اصرار به کار کارگران زغال‌سنگ در روز کارگر چه بود؟
هنوز هیچ مسئولی پاسخگو نیست که چرا کارگران در روز کارگر مشغول کار بودند. در تقویم رسمی کشور 11 اردیبهشت روز کارگر است و طبق قانون کارگران در این روز تعطیل هستند و اگر در روز کارگر به کار اشتغال داشته باشند باید توافقی فیما بین کارگر و کارفرما صورت بگیرد. همچنین کارفرما موظف است که حقوق کارگران را مطابق اضافه کاری و نه به صورت روز عادی پرداخت نماید. تجمع اعتراضی رانندگان مترو تهران نسبت به سطح نازل حقوق، رفع تبعیض بین همکاران، شرایط سخت کاری و در اولویت واکسیناسیون قرار نگرفتن در محوطه شرکت بهره‌برداری مترو. طی 10 روز گذشته 3 دستیار پزشکی در بیمارستان خودکشی کرده اند. بنا به گزارش رسانه‌ای شده، حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در ارتباط با مرگ آنها گفته است هنوز اطلاعات دقیقی تکمیل نشده و تحقیقات در خصوص این مرگ‌ها در دسترس نیست. احتمالاً تا ظهر روز چهارشنبه 15 اردیبهشت نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. اما برخی دیگر از مسئولان زیر ربط علت مرگ این افراد را خستگی مفرط از کار بیش از اندازه، سرطان، ایست قلبی و مصرف مواد مخدر را دلیل این اتفاق می دانند. اما به اعتقاد بسیاری دیگر دلیل این اتفاق هرچه که هست یک دلیل دارد و آن هم فشار روحی و جسمی بر روی کادر درمانی است که بیش از یک سال با شیوع کرونا و 4 موج سهمگین دست و پنجه نرم می کنند و هر بار به بهانه های مختلف مانند قراردادهای 89 روزه، عدم پرداخت مطالبات حداقلی، کار کردن در شیفت های پیاپی، دوری از خانواده و فرزندان، کمبود شدید نیرو، هجوم مردم به بیمارستان ها و مرگ بیماران و غیره، مشکلات روحی و جسمی آنها تشدید شده است. و اما اعتراض کارگران پیمانی معدن زغال سنگ البرز شرقی نسبت به نداشتن امنیت جانی، شغلی و معیشتی. تجمع اعتراضی کارگران شرکتی و حجمی برق منطقه‌ای غرب نسبت به سطح نازل حقوق، تبعیض در پرداخت حقوق و مطالبات، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و عدم تبدیل وضعیت در مقابل ساختمان شرکت. اعتراض هزاران نفر از کارکنان رسمی وزارت نفت نسبت به تبعیض و پایمالی حقوقشان از جمله عدم اجرای افزایش دستمزد 25%. اعتراض کارگران عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران نسبت به مصوبه افزایش حقوق سال 1400. تجمع اعتراضی پژوهشگران نسبت به تعطیلی کتابخانه ملی در مقابل سازمان اسناد و کتابخانه ملی. تجمعات اعتراضی میوه فروشان بازارچه میوه و تره‌بار گچساران نسبت به مسدود شدن راه‌های تردد در مقابل فرمانداری و اتاق اصناف. تجمع اعتراضی مرغداران استان فارس نسبت به ناهماهنگی قیمت‌های تمام شده و قیمت جوجه یک روزه و گرانی نهاده‌های دامی در مقابل استانداری. پرداخت قطره چکانی حقوق کارگران اداره آب و فاضلاب به دشت آزادگان به دنبال اعتراضات دامنه‌دارشان. اعتراضات کارگران کارخانه قند یاسوج نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده‌های توخالی مسئولین با تجمع در مقابل استانداری بوی رحمت. تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن کارکنان استانداری کرمانشاه نسبت به بلاتکلیفی 10 ساله تحویل واحدهایشان. تجمع جمعی از معلمان و فعالین کارگری و حقوق بشری در مقابل ندامتگاه کرج در اعتراض به زندانی کردن معلمان و کارگران. تجمع اعتراضی مربیان پیشدبستانی و نهضت سوادآموزی خوزستان نسبت به بلاتکلیفی استخدامی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در اهواز همزمان با روز معلم. اعتراض افراد دارای معلولیت در روز معلم نسبت به تبعیض در آموزش و پرورش.
تجمع اعتراضی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به سطح پایین حقوق و عدم همسانسازی حقوق همزمان با روز جهانی کارگر، چهارمین اعتصاب و تجمع رانندگان اتوبوس‌های شهری بندرعباس مقابل توقفگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در اعتراض به نداشتن قرارداد کاری، سطح نازل حقوق، عدم پرداخت به موقع حقوق و حق بیمه، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و وعده‌های توخالی مسئولین. عزیزان، برنامه این هفته را با اخبار مرگ و مصدومیت‌های ناشی از سوانح کار به پایان می‌بریم. جان باختن علیرضا رستمی، کارگر بیکار شده فولاد زاگرس قروه بر اثر کرونا در روز جهانی کارگر. در چهارمین سالگرد جان باختن 43 کارگر معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر، حوادث کاری همچنان از کارگران قربانی می‌گیرند. از جمله پیکر بیجان میلاد روشنایی و اسخر افضلی، دو معدنچی محبوس در تونل 42 معدن زغال سنگ تزری دامغان که به مدت 4 روز در عمق 35 متری محبوس شده بودند پیدا شد. جان باختن یک کارگر معدن کرومیت سبزان فاریاب در حادثه ریزش تونل. مصدومیت 16 کارگر معدن زغال سنگ تخت مینودشت در حادثه واژگونی سرویس رفت و آمد. عصر روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه مینوبوس حامل کارگران معدن زغال سنگ تخت مینودشت در استان گلستان حین بازگشت از کارشان واژگون و 16 نفر از آنان مصدوم شدند. 11 کارگر مصدوم به بیمارستان برکت مینودشت و 5 نفر دیگرشان به بیمارستان مطهری گنبد کاووس منتقل شدند. همچنین جان باختن کارگر آرماتوربند در ایلام بر اثر برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع همزمان با روز جهانی کارگر. آتش سوزی در کمپ کارگری روستای شیرینو کنگان و سوختن وسایل کارگران در روز جهانی کارگر. جان باختن یک کارگر در پایتخت بر اثر سقوط از ارتفاع به داخل چاهک آسانسور. جان باختن 6 کارگر اداره برق کرمان حین ماموریت کاری در منطقه سیل زده گلباف. جان باختن یک کارگر اهل مریوان حین کار در کارخانه سنگ شکن در سلیمانیه. جان باختن کارگر کارخانه پولادین دژ کاوه بر اثر سقوط تیراهن بر رویش. جان باختن یک کارگر در هشتگرد بر اثر سقوط از ارتفاع به دنبال بریدگی سیم بوکسر به دلیل بار سنگین. جان باختن کارگری دیگر در مرز باشماق بر اثر پرس شدن بین دو ترلی. جان باختن یک کارگر 19 ساله در مهرشهر کرج بر اثر سقوط از ارتفاع به دنبال شکستن چوب داربست. جان باختن یک کارگر جوان در حادثه ریزش آوار در ساری و برگرفتگی و ایست قلبی یک کارگر جوان در تهران حین کار جوشکاری. عزیزان، با تشکر از اینکه تا انتهای این برنامه نیز ما را همراهی کردین. تا دیداری مجدد، بدرود.